بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام سلام بچه ها، چطور از حال شما؟ خوب و خوشحال و سرحال؟ انشالله سلامت باشین، هیچ وقت مریض نباشین. خب دوستکای خوبم، چی حال احوال دارین؟ خدا کنه جور و صحت باشین. بیاین ببینیم به سلسله درس های گذشته ما در باغچه الفبا چی داریم. بله ببینین دوستکای خوبم، که ما شما در باغچه الف با اول الف خواندیم، بعدا بیره، بعد از او پیره و تیره، و امروز به پنجمین حرف الف با که سه است رسیدیم. خوب ببینین حرف سه چی داره. خب دوستکای عزیزم، حالا بیاین ببینیم که در حرف سه چی هست و ما چی چیزها را دیده میتونیم. بله حرف سه، حرف سه پنجمین حرف الف با است که دارای سه نقطه می باشد و از جمله حروف کاسدار است. دیدین دوستکای خوبم که حرف سه چندمین حرف الف با بود؟ پنجمین. چند تا نقطه داشت؟ سه تا نقطه داشت. و تفاوتش با پی چی است؟ پی سه نقطه در پایان خود داره، اما حرف سه سه نقطه در بالا داره. بله دوستکای خوبم، پس حالا میخواییم ببینیم که حرف سه از لحاظ موقعیت یا جای دارای چند بخش است. بله حرف سه در سه قسمت کلمه میتونه نشتک شود. ببینین دوستکای خوبم، در اول، در وسط و در آخر. در اول کلمه مثل سریا، در وسط مثل مدثر و در آخر مثل مثلث. یعنی ما میتونیم حرف سه را در سه قسمت جای کلمه ها نوشته کنیم. خب حالا ببینیم که حرف سه از لحاظ آواز به چند شکل است. بله س، سی، سو، یعنی سه با زبر، سه با زیر و سه با پیش. س یعنی ثواب، سه ثروت، سو سلس. خب حالا میبینیم که سه از لحاظ شکل به چند شکل است. شاگردکای نازنینم ببینین، سه دارای دو شکل است، سه پوره و سه نیمه. به خاطر داشته باشید که در اول و وسط همیشه حرف نیمه و در آخر حرف پوره نوشته می شود. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم در آغاز کلمه حرف پوره نوشته کنیم یا در وسط. همیشه در اول و وسط حرف نیمه، اما در آخر حرف پوره را نوشته می کنیم. خب باز دوستکای خوبم، باید ما بفهمیم که مخرج حرف سه از کجاست. هرگاه نوک زبان با دندانهای پیش روی دهن تماس کند، حرف سه تلفظ می شود. خوب دقت کنین، سه، سه. ببینین که نوک زبان ما با دندانهای ما تماس کرده و حرف سه تلفظ می شود. نام کلمه سه و آوازش است سه، سه. دیدین دوستکای خوبم؟ پس حالا بیاین ببینیم که درس 16 ما در کتاب ما چی گفته؟ خوب دقت کنین. حالا خب ما سه را شناختیم. در این متن تمام حرف سه به رنگ سرخ نوشته شده. بله پس اولین کلمه را که ما بس اینجا میبینیم ثواب است. سه واب. چند هجا داره؟ سه واب. دو هجا. حالا میاین در جملات خود ببینین دوستکای خوبم. سلام دادن ثواب دارد. خب ببینین، سلام دادن ثواب دارد. عثمان به مادر غیاث سلام داد. عثمان به مادر غیاث سلام داد. ثریا و غیاث برای همه سلام می دهند. ثریا و غیاث برای همه سلام می دهند. پس ببینین ما حرف سه را می تانیم با همه حروف که یک جا بسازیم و از او کلمات جدید بسازیم. مثلا حرف سه
با ری یا الف که یک جای شوه چی میشه؟ سریا. و عرف سه که با واو الف به یک جای شوه چی میشه؟ سواب. خب دوستکای خوبم، ای بود درس امروز ما و کار خانگی شما چی است که حرف سه را در اول، وسط و آخر کلمه ها به کار ببرین. ایام به کامتان باد، روز خوش، خدا نگهدار.